دولت استرالیا یکی از نیروهای ویژه این کشور را به خاطر ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان محکمه می کند. آیا این امر می تواند سرآغاز تامین عدالت برای قربانیان 20 سال جنگ در افغانستان باشد؟ آمریکا، متحدین آن و همه طرف های داخل در جنگ چقدر مرتکب جنایت جنگی در افغانستان شدند؟ محکمه و نهادهای جهانی چقدر توانستند طرف های جنگ و مرتکبین جنایت جنگی را به پاسخگویی وادار بسازد و در این زمینه چقدر به طرفانه عمل کردند تا اینجا کار نقد ها بر عمل کرده محکمه هاگ در قبال جنایت جنگی در افغانستان وجود داشته سناریو های احتمالی برای آینده این کشور را در این برنامه به بحث می گیریم سلام وقتتون بخیر آقای گریگ بارتون استاد در دانشگاه دکن مهمان این برنامه ماست و با ایشان روی این موضوعات بیشتر بحث میکنیم آقای گرگ بارتن استاد در دانشگاه دکن گذارم از حضور تشکر خوشحالم دیکن. که با شما هستم یک سرباز پیشین استرالیایی به اتهام جنایت جنگی که در افغانستان مرتکب شده محاکمه می شود آیا این بدین معنی است که عدالت برای قربانیان جنایت جنگی در افغانستان اجرا می شود ببینید بی این فقط آغاز یک روند طولانی است تحقیقات دو ساله درباره این سرباز انجام شده است بازرسان گویند که در حال بررسی دهها پرونده دیگر هستند گزارش سه سال پیش آنان که در یک تحقیق با ارتش استرالیا انجام داده بودند و راحتی می تواند این موضوع را مطرح کنند که آنان در جنایت جنگی در افغانستان دخیل بودند گرفتن این اتهامات و رفع آن خیلی دشوار است بنابراین فکر می کنم با این فرایند چیزهای بیشتر وجود دارد و این تحقیقات بسیار دشوار بوده هزینه و زمان زیادی می برد هایی که استرالیا برای رسیدگی به قربانیان جنایت جنگی در افغانستان آغاز کرده می تواند به نقطه آغازی برای بقیه جهان به که در جنگ افغانستان شرکت داشتند باشد؟ Well, خب آنچه انجام می شود کافی نیست هنوز این روند به پایان نرسیده است اما شروع این کار درست است ما امین هفته شنیدیم که بریتانیا در حال آغاز روند مشابه است آنچه ما از تعامل آسترالیا با خانواده های افغان شنیدیم و آن خانواده هایی که در گذشته قربانی دادند این است که به نظر می رسد پاسخ به مردم که در این رنج هستند راضی کننده نیست اما این نوع محاکمه ها و احتمالا هرچه این نوع محاکمه ها بیشتر شود آغاز برای مشاهده عدالت خواهد بود و کشورهای مانند بریتانیا در چنین موردهای مورد پیگرد قرار خواهند گرفت و همانطور که شما اشاره کردید که چنین محاکمه های به خوبی عدالت را راحت می کنند آیا فکر می کنید که بزرگی جنایت جنگی در افغانستان بزرگتر از آن چیزی است که افشا شده است ببینید من فکر می کنم واقعیت این است که پرونده هایی که به دادگاه می روند و سپس پیگرد هایی که مفقیت آمیز هستند خیلی ها برنده و تیز خواهند بود درباره جنایت جنگی رسیدگی شده است و حداقل می تواندید که در برخ موارد عدالت اجرا شده است و این کار مردم را به یاد اقدام در برابر بیعدالتی در سایر موارد دیگر می اندازد. سوال دیگری که مطرح می کنم درباره حضور نظامی دیگری در افغانستان مانند شهزاده بریتانیا است. او خودش در کتابش اعتراف می کند که در جریان ماموریتش در افغانستان 25 افغان را کشته آیا افراد همچو شهزاده هری به خاطر آنچه که او در این باره اعتراف کرده به دست عدالت سپرده میشوند احتمالا شهزاده هری برای کاری که انجام داده است محاکمه خواهد شد اما من فکر می کنم که درباره شهزاده هری معلوم نیست که آیا مرتکب جنایت جنگی شده است یا خیر ما انتظار داریم که وقتی سربازان وارد نبرد می شوند با کشتن و درگیری به نبرد پایان دهند متاسفانه این کار وحشتناک جنگ است و وقتی آنان درگیر جنگ آزاد هستند این ماهیت جنگ است اما اگر آنان در حال کشتن مردم در حال خونسردی باشند همان طوری که در مورد این سرباز استرالیایی که به یک تیراندازی می کند و آ شده است که از آن فلم نیز موجود است که او بر مرد یک مزرعه و در حالی که آن مرد دراز کشیده است از عقبش لیک می کند اگر بتوان آن را ثابت ساخت جنایت جنگی است <applause> اخیرا پوتین رئیس جمهوری روسیه به خاطر جنایت های جنگی که در اوکراین ادا شده بر آن پاسخگو دانسته شده پرسش من این است که چه تفاوت در خون افغان ها و اوکراینی ها وجود دارد که رئیس جمهوری یک کشور به خاطر جنایت جنگی مورد بازپرس قرار می گیرد اما کسانی که 20 سال در اینجا در افغانستان و در جنایت حضور داشتند هنوز از مسئولیت برخوردار هستند در یک دنیای کامل نگاه کنید هر فردی که مرتکب جنایت می شود مثلا جنایت جنگی که دستی از جنایات هستند به دادگاه کشانیده می شوند اما واقعیت این است که این اتفاق نمی افتد گاه اوقات افراد در سطح بسیار بالایی هستند که باید به دادگاه کشانیده شوند دادگاه کیفری بین المللی به من اجازه داده است که موضوع پوتین و جنگ آن با اوکراین را دنبال کنم مسائل ساختاری نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد نیروهای ویژه آسترالیا به تعداد زیاد به ولایت اورزگان افغانستان فرستاده شدند در برخی از موارد در جنایت جنگی که یک کار اشتباه است مشارکت داشته باشند بنابراین درخواستهای بیشتر وجود دارد که افسران ارشد بیشتر مورد باسپرس قرار گیرند که این کار خیلی پیچیده و در هم و برهم هم است و در این مورد هرگز چیز شبیه عدالت کامل وجود نخواهد داشت اما اگر بتوانیم برخی از جنایت جنگی در افغانستان را افشا کنیم و کمی هم عدالت را ببینیم این یک اقدام مهم و شروع خوب خواهد بود آیا فکر میکنید که تحقیقات کامل و مستقل درباره جنایتی که در 20 سال گذشته در افغانستان نه تنها در موجودیت جامعه جهانی به شمول استرالیایی ها بلکه همه کسانی که در جنگ افغانستان درگیر بودند انجام شود. بله مشکل اتهام های جنایی و تعقیب کیفری را در یک دادگاه و در یک روند عدالت مناسب می بینید ما شواهد می خواهیم که معیاری باشد و شواهد چیز است که مجرم شناخته شود و فراتر از شک و منطقی باشد که این واقعا دشوار است و باید یک موقعیت جنگی برای به دست آوردن این نوع شواهد نیز موجود باشد و برای انجام این کار منابع زیاد لازم است کشور استرالیا می تواند مقدار زیاد از این منابع به این پیگردهای لازم را ارائه کند بیشتر اوقات انجام این کار ممکن نیست و بنابراین ما شاهد اجرای عدالت نیستیم شواهد بیشتر اوقات دفن می شود اگر سربازان در این جنایات دخیل باشند گزارش نمی شود همه ما میدانیم که جنایات جنگی وحشتناک در افغانستان رخ داده است و بدون شک میدانید که چه تعداد از این جنایات جنگی را به دادگاه کشانیدیم شواهد لازم ارائه خواهد شد با وجود مبارزه در این پروسه که بسیار دشوار و پیچیده است چه فکر میکنید که چه کسی میتواند که یک نقش قابل ملاحظه ای را برای تحقق عدالت به افغانها و رسیدگی به جنایت جنگی ایفا کند بسیار خوب من فکر میکنم که این روند را شروع کنیم و فکر میکنم وقت این روند را شروع کنیم اطلاعات بیشتر وجود خواهد داشت که ظاهرا دو سال طول کشیده تا پرونده ای را که منجر به این دستگیری شده است را تشکیل دهیم ده و ما او را به دادگاه و پیگرد قانونی متهم کنیم اما اگر کشور ثروتمند مانند آسترالیا بتواند این روند را آغاز کند مهم است که غرامت های مناسب را به خانواده هایی که قربانی شدند و تا هنوز برایشان غرامت نپرداختند بپردازند و همچنان ارائه شواهد پیگیری سایر موارد را نیز آسانتر تر می کند در این خصوص نقش دادگاه کیفری بین را در این فرایند چگونه می بینید؟ Well, really Think... خب دادگاه کیفری بین المللی واقعا کار خوب را انجام داده است به این فکر کنید که با محکومیت نهایی سلیمان ولاسوی چه اتفاقی افتاده است زیرا مردم می گفتند که او هرگز با عدالت روبرو نخواهند شد اما باز هم این روان یک فرایند بسیار پرهزینه و زمان بر است و دادگاه کیفری بین المللی از این بابت درست عمل نمی کند که اتهامات مشروع مبنی بر تعصب سیاسی وجود دارد امریکا در رابطه با جنایت جنگی در افغانستان که توسط پرسنل امریکایی انجام شده است به دادگاه بین مللی کیفری تکیه کرده است و این اعتماد همه را ضعیف می سازد اما اگر به دادگاه کیفری بین المللی فرصت داده شود تا کارها را با منابع مناسب و دسترسی مناسب به شواید انجام دهد ده می تواند نتیجه خوب را ارائه کند <تصفح> دادگاه بین المللی جرایم اعلام کرده است که جنایت جنگی بی ساله طالبان در افغانستان را بررسی می پس چرا بقیه کسان را که در جنایت در افغانستان دخیل بودند پوشش نمی آیا فکر نمی که این یک برخورد یا رفتار دوگانه را نشان می و یا اینکه که عبر خدرت ها در حوزه قضایی یا روند آن تأثیر دارند خب من مطمئن هستم که ایالات متحده امریکا بر روش های بردادگاه بین المللی کیفری فشار می آورد که این درست و قابل توجیه نیست فرایند قانونی خود پیچیده و بسیار دشوار است و اگر قدرت های بین المللی مانند ایالات متحده امریکا و استرالیا درگیر نشوند و در این عمل خود را دخیل ندانند کار را برای دادگاه عالی کیفری بسیار دشوار می سازد من درباره فجایع جنگی و آنچه در افغانستان اتفاق افتاده است. فکر می کنم که همه طرف هایی که مرتکب جنایات جنگی در ظرف 20 سال در افغانستان شدند باید با عدالت روبرو شده و پاسخگو باشند و حداقل کشورهای ثروتمند مانند ایالات متحده آمریکا امریکا باید تمام تلاش های خود را انجام دهد ده تا عدالت و شفافیت را در این کشور آسان کنند ما می دانیم که هر نظامی که نیروی پلیس دارند افرادی دارند که مرتکب جنایت جنگی می شوند و هنگام پوشیدن یونیفرم نظامی مرتکب اشتباه می شوند هیچ کشور نباید از این پاسپورت و از این تحقیقات خجالت بکشد و باید هر کشوری که در مورد افغانستان و در مدت 20 سال در جنایت جنگی دخیل هستند باید با این روند و تحقیقات کامل و گسترده مواجه شوند نسبت به شفافیت دادگاه جرایم بین انتقادها وجود دارد که نمی تواند جنایت جنگی در افغانستان را به مستقل و شفاف بررسی کند پس به نظر شما افغان ها به چه کسانی یا مکان و مرجعه برای بررسی جنایت جنگی در کشورشان و تامین عدالت مراجعه کنند بله این موضوع بسیار غم انگیز است من فکر می کنم که دادگاه بین المللی کیفری می تواند کارهای خوب و مناسب در این زمینه انجام دهد اگر این موضوع به درستی حل و فصل شود و دسترسی مناسب به شواهد وجود داشته باشد رسانه ها در آشکار کردن چنین مسائل و مستندسازی آنان می توانند سهم بزرگ داشته باشند بیشتر رسانه ها موفق به پیگیری کیفری نمی شوند و صرف نظر از اینکه یک پیگرد قانونی موفق داشته باشیم یا خیر روشن کردن این چنین موارد به خودی خود ارزشمند است نمونه های بسیار زیاد داریم که همه بی پاسخ ماندند و نه به دادگاه کشانیده شدند و نه غرامت پرداخته شده است و قبل از این که امریکایی ها افغانستان را ترک کنند در سی و یکم ماه اگست با حمله هواپیماهای های بی روبرو شدند که یک خانواده ده نفره به شمول کودکان کشته شدند قسمی که شما قبلا هم اشاره کردید و میخواهم دوباره سوالم رو تکرار کنم اینکه بمباران های هوایی در ساحات مختلف کشور و در حالی که نیروها و سربازان خارجی در افغانستان در ولایت های هلمند کندهار و کندوز حضور داشتند انجام شده و ما نمونه های بسیار دیگری از آن را نیز داریم که همه آنان به مانده و نه کسی به فامیل های قربانیان غرامت پرداختند و اینکه قبل از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان در سوی یک آگست حمله رخ داد که در آن خانواده ده نفره از جمله هفت کودک کشته شدند چرا جهان در آنچه که در افغانستان اتفاق افتاده سکوت کرده دنیا کاملا ساکت نیست بسیاری از مردم خشمگین هستند و این حمله تیاری بسرنشین که در زمان عقب نشینی نیروهای امریکایی با آنان حمله کرد خشم زیاد به هم را داشت ما میدانیم که اشتباهات زیاد در آنجا رخ داده است تنها با یک ازرخواهی ساده می شود درد افغانها را التیام بخشید Yeah, that's not sufficient. I mean, the, the بله این کافی نیست منظورم این است که بیادالتی ظالمانه در افغانستان رخ داده است البته برای هر آن فردی که به افغانستان توجه می کند و واضح است که بسیاری از مردم به افغانستان و این بیعدالتی ها توجه می کنند اما ما شفافیت در مورد حملات هواپیما های بیسرنشین که در نهایت به افراد بی حمله کرده نداریم و اطلاعی از آن حمله نداریم و انتظار هم نداریم که کسی در آن مورد بداند اما در صورت امکان قدرت های نظامی به ویژه دموکراسی‌های های غربی باید به با پیش بیایند و تمام تلاش های خود را برای شفاف این امور و جبران خسارات انجام دهند و برای جبران خسارات ما تا اکنون چنین چیزی را ندیده ایم ای کاش می توانستم بگویم که انتظار دارم در آینده آن را ببینم اما هر گام کوچکی که ما را به شناخت و پیشبرد عدالت کمک می کند خوشایند است آیا امیدواری برای افغان ها وجود دارد که روز عدالت برای آنان و به برای کسانی که در ظرف 20 سال قربانی دادن تامین شود؟ نگاه کنید فکر می کنم اگر واقع بینانه باشیم برخی از مردم عدالت را خواهند دید و من به طور فزاینده امیدوارم که چیزهای روشنی در افغانستان در ارتباط به جنایت و جرم که توسط این سرباز آسترالیایی رخ داده است به دست آوردم فکر می کنم واقعیت این است که اکثر مردم عدالت را در این زندگی نمی بینند ما به عدالت در زندگی نگاه می کنیم و انتظار داریم آن را در این زندگی ببینیم اما این عدالت فقط به تعداد کمی از مردم می رسد و این مبارزه برای عدالت غلط قسمی که انجام شود انجام نمی شود حتی این که بتوان در این موارد صحبت کرد و آنها را در رسانه ها مورد بحث قرار داد یک گام به پیش است اگر چی منجر به اجرای عدالت نشود اما بخش کوچکی از آن چیز است که باید انجام شود آیا فکر کنید که تعریف از جنایت جنگی میان قدرت ها و کسانی که قربانی شدند وجود دارد مانند آنچه که جنایت جنگی در افغانستان و سایر نقاط جهان از آن یاد می شود مانند آنچه که جنایت جنگی در افغانستان و سایر نقاط جهان از آن یاد می و برای آنان صدق نمی کند. آیا فکر میکنید که تفاوتی وجود دارد بله من فکر می کنم این یکی از دلایلی است که چرا موارد فردی مانند این مورد بسیار مهم مورد بس قرار گرفته شده است زیرا همان میارهای رفتاری و استندرد باید برای هر کسی که چی سرباز آسترالیایی، امریکایی یا انگلیسی باشد اعمال شود این رفتارها برای همه در تیوری یکسان است اما در عمل ما شاید تحقق آن نیستیم بنابراین هنگامی که در این موارد کمیاب یک پرونده به دادگاه وارد می شود حداقل یک یادآوری به جهان است که همه انسانها بدون توجه به یونیفرم که دارند باید با همان میارها روبرو شوند جنایت جنگی تنها جنایت است و باید از آن یاد کرد آقای گریگ بارتن استاد در دانشگاه دکن بسیار زیاد تشکر از حضورتان تشکر بسیار زیاد است شما از این بینده سپاسگزارم از همراهیتان این گفتگو